از اون بالا فرشته ها هدیه آوردن. بیستم جمادی الثانی تا روز ولادت دخت نبی مکرم اسلام، مادر امامت و بانوی آب آینه حضرت زهرا سلام الله علیها است. یا فاطمه یا زهرا، یا فاطمه یا زهرا. من روز مادرم رو بهشون تبریک میگم. مادرانی که با هیچ جمله و کلمه‌ای قابل توصیف نیستند. مادر فرشته، فداکارترین آدم روی زمین. مادر یک دنیا عشق، محبت، عزیزترین موجود در دنیا. مادر، مادر تو آسمونی منی، مادر شور جوونی منی، مادر شوق ترانه کنی منی. آنها که در زلالی چشمانشان دریایی از مهر و محبت موج می‌زند و همیشه و در همه حال نگران و دعاگوی فرزندان هستند. از خداوند میخوام به همه فرزندان کمک کنم. نیستم به زحمتشان که خودشون و سلامتشون به خطر بیندازم به خاطر که هدیه برام هم بخرم. الان همینقدر که سالم باشه، کنار هم باشه، یه هدیه بزرگیه. و برخی هم که از این نعمت بی‌بهره شدند، اما به یادشان هست مهر مادری را. هر هفته پنجشنبه ها گاهی هم صبح های جمعه میرم اونجا، یک شاخ و گل با یک فاتحه سلام میکنم برمیدارم. بیشتر مواقع عکسش که میبینم میرم نگاه میکنم، خیلی یادش میاد. و بهترین هدیه فرزندان امسال در این ایام، اونا نیاز به مادرم نمیتونیم به حال خودشون بزنیم، چون خیلی کاراشون انجام نمیتونن بدن، خرید نمیتونن بکنن، خیلی مسائل دارن، دکتر تنها نمیتونن برن. به هر حال رعایت میکنیم، پروتکلای بهداشتی رعایت میکنیم و پاشون دل مهربونمون میذاریم. کدوم کار فرزندان جبران میکنه محبت مادر؟ جبران که نمیشه، ولی خب من خودم الان مادرم، خب احساسش میتونم بکنم. من قضا مادر دارم و میدونم، دخترم قدر منو میدونه. کرونا تموم بشه ببرمشو پابوسم امرزا. اونا از همون دور دیگه تشکر میکنه ازشون، راضی نی اونا راضی نیستن سلامتیشون به خطر بیفته به خاطری که ما بریم دستبوس و اینا. من دورم از مادرم و اینکه کاری نمیتونم کنم جز اینکه زنگ بزنم ازش و صدای گرمشو بشه، هم مادر خودم و هم مادر همسرم. پیری حریف مهر مادر نیست، مادر فراموشی نمیگیره. تمام دنیا و چه بهانه‌ای بهتر از این روز که قدردان تلاشتان باشیم. مادرم و مادران سرزمینم، روزتان مبارک. نجف خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.